سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به و لا اکفره و اعادی من یکفره. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ضلالا بعيدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم والمسلم أن يحض على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. خداوند علی علا را برای توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شاکر و سپاسگزارم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. امیر بیان، قرآن ناطق، محور حق، علیه افضل صلوات المسلین فرمودن اوصیکم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. بندگان خدا، شما را به تقوای خدا سفارش می کنم، زیرا تقوا مهار است، تکیگاست، پس بندهای محکم آن را بچسبید و به حقایق آن چنگ بزنید. زندگی بدون تقوا لحظه به لحظه خسارت است، آسیب و ضرر و زیان است. چیزی که در این بازار، در این محل ضرر و محل کسب میتواند ما را یاری کند تقواست. لذا مأموریم با رعایت تقوا و حراست از تقوا خودمان را از هر ضرر و آسیبی محافظت کنیم. در خطبه اول مثل هفته های گذشته بحث قرآنی داریم، بحث محبت و نیکی و احسان برای رسیدن به یک زندگی ایدئال و با عزت و با امنیت. در خطبه دوم مسائل جاری روز و مسائلی که لازم است همه ما برای آمادگی بیشتر با هر حادثه‌ای و دفع هر خطری به اون مسائل آگاه شویم خواهیم پرداخت. در هفته های گذشته این موضوع را مطرح کردیم که اسلام دین خرد، دین تفکر و دین تعقل است. از لازمه
یک زندگی سالم، رعایت اصول و مقررات است که ما بتوانیم با اون اصول و مقررات به اون زندگی و به اون هدف برسیم. یکی از بهترین راه‌ها وفاداری بود. موضوعی که هم در آیات قرآن مطرح است و هم در روایات ائمه معصومین، کلمات پیامبر بزرگوار اسلام، امیر بیان فرمودن وفاداری دژ و سنگر آقایی است. اگر کسی هدف دارد و تصمیم دارد و عزم دارد در طول عمر آقا و سرور و محبوب دلها و قلبها باشد، از هر حیث مورد احترام و مورد توجه باشد، ابزار لازم دارد. یکی از اون ابزار وفاداری است. از وفاداری به فرزند و همسر و خانواده شروع می شود تا وفاداری به جامعه و مردم در عرصه روابط بزرگ. یکی از موضوعات مهمی که در قرآن مطرح است و این زمینه را برای زندگی با همه نرم‌های عقلانی و جهانی تأمین می کند، یک مسئله دو جانبه است، مسئله احسان و بر است. ما در قرآن هم بر داریم، هم حسنه داریم و هم احسان داریم. به همه اینها نمی شود در این فرصت کوتاه بپردازم. امروز درباره احسان که در آیات متعدد قرآن این بحث مطرح است اشارات خواهم داشت. سوره مبارکه نساء آیه 125 خداوند می‌فرماید و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. ترجمه این آیه این است به شکل یک سوال: دین چه کسی بهتر است؟ از کسی که از روی اخلاص به خدا رو می کند و نیکوکار است. به شکل یک سوال: و من احسن دینن، دین کدام انسان بالاتر است از کسی که مخلصانه به خدا رو می آورد؟ همه زندگی، همه برنامه ها، دوستی، دشمنی، دادن، روابطش بر اساس رضای خداست و در ادامه می فرماید نیکوکار است. پس معلوم میشه یکی از بهترین راه‌های زندگی که مورد تأیید خدا است این است که انسان نیکوکار باشد. این آیات به پیامبر نازل شده در سوره مبارکه نساء. از همین آیه و از همین موضوع از پیامبر سوال شد درباره نیکی. اون بخش اول آیه که توحید و ربوبیت است و معلوم بود، سوال کردن یا رسول الله، این بخش دوم آیه و هو محسن یعنی چی؟ پیغمبر فرمود احسان آن است که خدا را آنچنان که گویی میبینی، آنچنان که میبینی قبول داشته باشی. ما که خداوند با چشم سر ما نمیبینیم، اون چنان به خدا باور پیدا بکنیم، اعتقاد پیدا بکنیم، اون چنان قطع و یقین نصیب من بشود که گویا خدا را میبینیم.
با یقین است که انسان به عالی ترین درجات میرسد. حضرت فرمود اگر به این مرحله رسیدی که اعتقاد به کمال برسد، این به این معناست که تو به مرحله احسان رسیدی. حضرت فرمود درسته، تو با چشم سر خدا را نمیبینی، خدا جسم نیست، اما خدا تو رو میبینه. خیلی از کارهایی که ما در زندگی انجام میدیم بدون این باور انجام نمیشه. آدم بیایه مثلا در شرایط سخت و دشواری که امروز ما شاهدش هستیم دست نیازمند را بگیره، در شرایط که خطر جان انسان را تهدید میکنه، آدم برای سلامت دیگران جان خودش را به خطر بیندازه، در شرایط که گفتن حق بار سنگین و خطرهای سنگینی را متوجه انسان میکنه، انسان حق بگوید، همه اینها ریشه دارد در این که گویا ما خدا را میبینیم با چشم دلمان، و اگر ما نمیبینیم خدا ما را میبینه. معنای احسان این است. حضرت فرمود یکی از معانی احسان که در این آیه آمده این است که بیان فرمودن. مطلب دیگری که در این موضوع وجود دارد، وقتی انسان اهل احسان می شود، اهل نیکی می شود، اولین اثر نیکی به خود انسان برمی گردد. امیرالمومنین با اون بزرگی و آقایی که دارن در جمع مردم صحبت میکردن، فرمودن مردم من هیچ کاری خوب را برای دیگران انجام ندادم، هرچی کاری حسنه از من سرزده است برای خودم است. همه تعجب کردن. امیرالمومنین کسی که در اون شب خطر در بستر پیغمبر قرار گرفت بدون این که سوال کند و حساب کند که جانش از این خطر در امان است یا نه، امیرالمومنینی که اوصاف و فضائل اون حضرت قابل احسان است، میفرماید من کار خیری برای دیگران انجام ندادم. وقتی از حضرت سوال کردند چگونه شما برای دیگران کار خیر انجام ندادین، علی فرمود این آیه قرآن حرف منو تایید میکنه، بیان میکنه، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، اگر کار خیر انجام بدین برای خودتان انجام دادین. درسته امروز من مثلا یک زحمت را تقبل میکنم، حق گفتن، حمایت کردن از حق، مساعدت و انفاق و کمک کردن به نیازمند، خطرپذیری، همه اینها، حوصله و صبوری، هر مقوله ای را که شما در نظر بگیرید اینا سخت است. حضرت فرمود، قرآن می فرماید هر کار خیری که بکنین برای خودتون کردین. اگر جامعه اینطوری تفکر داشته باشه، این آموزش در جامعه اجرایی شود و این اندیشه در جامعه همگانی شود که مردم به این باور برسن هر کار خیری نتیجهش به خودش برمیگرده، چقدر اصلاحات می آید. من فکر میکنم داخل محیط زندگی ما آکنده می شود از آسایش و آرامش. از یک محیط کوچک شروع کنیم تا محیط های بزرگ. لذا در روایاتمان نتیجه این گونه زندگی و این گونه برنامه معرفی شده. آقا امیرالمومنین فرمودن اگر یک وقت قدرت نصیبت شد، ثروت نصیبت شد، حتی با کسی مخالفتی، درگیری، تعارض داشتی،
زفر نصیبت شد، پیروزی نصیبت شد، حالا که به قدرت رسیدی زکات و زفره الاحسان، حالا که پیروز شدی بیا نیکی کن. زکات و زفر الاحسان اینه که زکات گندم و جو و اموالی را که در اونها زکات هست پرداخت بکنیم. این یک مقوله خلاصه محدود است، اینا واجبه و اینا باید عمل شود، اما بالاتر از اینا در اسلام بحث احسان است. حضرت فرمود که زکات پیروزی احسان است. هر انسانی، هر گروهی، هر حاکمیتی وقتی به قدرت میرسد، اهل احسان میشود، مندگاره. شما در زندگی افراد نگاه کنین، اونهایی که به این مسائل توجه کردن موندن، اونهایی که به این مسائل توجه نکردن نموندن. اینها نسخه های عادی نیست، اینها نسخه هایی است که دیگه بالاتر از اینا پیدا نمی شود. من کسر احسانه احبه اخوانه. بعضی ها را همه دوست دارن، تنها لازم نیست در جامعه اسلامی باشه، حتی جوامع غیر اسلامی. اونهایی که اهل احسان می شوند، اهل خوبی می شوند، اهل محبت می شوند، اینها را همه مردم دوست دارن. اینا مرزهای مذهبی و خونی و مرزهای منطقوی را تسخیر میکنن، به یک جایگاه های کلان و وسیع را پیدا میکنن. این نتیجه محبت است. پس ما بیاییم از قرآن، از رهنمود پیامبر، نه تنها پیامبر، همه انبیای الهی، اینها را بیاد بگیریم. بالاحسان تملك القلوب. با احسان انسان ها صاحب دلها می شود، دلها ملک اونها می شود، اینها بر دلها حکومت می کند. انسانی که در دلها حکومت می کند، اطاعت او خیلی راحت است برای مردم، پیروی او، پشت سر او حرکت کردن خیلی آسان می شود. نیروهای امنیتی در چنین فضای همه مردمان، همه آحاد جامعه هستند، در خانواده همه اعضای خانواده هستند، در اداره همه کسانی هستند که حضور دارند. لذا پیغمبر فرمودند جبلت القلوب على حب من احسن الیها. دلها گره خورده، دلها تجمع کرده، کنار هم ایستادن در پیروی کردن و حرکت کردن در دنباله کسی که به مردم خیرش میرسد. اگر ضرر انسان، اگر شر انسان به مردم برسد، همه دلها از انسان نفرت پیدا می کند و از انسان دور می شود. لذا در دعاهای قرآنی فراوان شما خواندین و دقت دارین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. خدایا به ما حسنه در دنیا و حسنه در آخرت عنایت بفرما. امیدوارم که با استفاده از راهنمایی قرآن و شیوه و سبک و نحوه زندگی پیامبر که الگوی زندگی برای همه بشریت است، مخصوصا برای ماها که اعتقاد داریم و باور داریم و به لطف خداوند در لحظه لحظه زندگی به پیامبرمان متعصی هستیم، بیش از پیش در این مسیر برنامه و راهکار داشته باشیم. خدایا عمر ما را چراگاه شیطان قرار مده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را و رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در قرآن با این عبارت در سوره مبارکه جمعه معرفی شده، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، وقت صدای اذان و اعلان نماز جمعه را میشنوید، با سعی با تلاش برای حضور در ذکر خدا و یاد خدا حضور به هم برسانین، هم از حرمت بالای برخوردار است و هم وظایف دارد. من یکی دو نکته به عنوان وظیفه در ارتباط با نماز جمعه عرض کنم. اینه که در اسلام جمعه تعطیل است و اون معنا نیست که جمعه روزی است که ما از برنامه‌های زندگی دست بکشیم. این تعطیلی که اصطلاح شده و مشهور و معروف است به این معناست که در جمعه به کارهای مهمتر و کارهای اساسیتر و بنیادیتر بپردازیم. ما روایات زیادی هم در رابطه با شب جمعه، اعمال شب جمعه، آداب شب جمعه داریم و هم در رابطه با روز جمعه. شما در همین مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه اعمال شب و روز جمعه را بخوانید، متوجه میشین چقدر دستورات در روز جمعه مهم و اساسی و سرنوشت ساز است. پیامبر فرمودن روز جمعه یوم الجمعه یوم عباده. اینه که خب در طول هفته ما مصروفیم، معمول شرایط زندگی در گذشته هم همین بوده، در آینده هم همچنین هست. یقینا یک خلاصه تفاوت هایی می آید در سبک زندگی، اما به شکل کلی همین است و امروز هم همان است که می بینیم. ما باید یک فرصتی را برای عبادت، برای تقرب، برای رسیدن به خودمان داشته باشیم. خداوند جمعه شب و روز جمعه را برای این برنامه در نظر گرفته. پیامبر فرمودن یوم جمعه یوم عباده، جمعه روز عبادته، یعنی ساعات عبادت ما، ساعات دعای ما، ساعات تلاوت قرآن ما، خلوت ما در جمعه با غیر جمعه باید تفاوت داشته باشد. فتعبد الله،
حضرت فرمودن روز جمعه خدا را عبادت کنین، فرمودن که من وافق منکم یوم الجمعه، معلوم نیست ما جمعه دیگه باشیم نباشیم، یقین داشته باشین از جمعه گذشته تا این جمعه تعدادی بودن که نیستن. حضرت فرمودن اگر روز جمعه را در کردین به کاری جز عبادت مشغول نشوید. من عبارت عربی این حدیث را که از امام صادق علیه السلام است بخوانم: من وافق منکم یوم الجمعه فلا یشتغلن بشیء غیر العباده. علما هستن فرمودن اگر جمعه را درک کردین نصیبتان شد، فلا یشتغلن بشیء غیر العباده، غیر از عبادت هیچ کاری را دنبال نکنین. دنبال هیچ کاری نرین غیر از عبادت. روز جمعه از سحر جمعه شروع بشه، بعد از نماز جمعه، ساعات جمعه، عصر جمعه. این فرمایش امام صادق است. اونایی که دنبال زندگی هم رمزش هم اینجاست. شاید خیلی ها بگن آقا ما روز جمعه کار میکنیم، تلاش میکنیم. اسلام که دین تلاش است، لیس للانسان الا ما سعا. اما باید یک جای انرژی بگیری، یک جایی باید راه کار یاد بگیری، یک جایی باید ظرفیتت بالا برود. مثل زیارت میمانه، مثل سفر مکه میمانه. اونایی که اهل زیارت و مکه و خلاصه این برنامه ها هستن، اینها آثار بزرگ در زندگی دارن، خدمات بزرگ دارن. فرمودن روز جمعه اگر نصیبت شد، فلا یشتغلن بشیء غیر العباده فان فیها یغفر للعباد. بندگان خدا در روز جمعه مورد مغفرت قرار میگیرن. و تنزل علیهم الرحمه، در جمعه است که رحمت خدا بر اینها نازل میشود. این انرژی و این توان و این نشاط در این فضا به وجود می آید. روایات زیاده درباره روز جمعه و برکات جمعه. من یک بخش را خواستم کوتاه عرض بکنم. این روایت را که الان عرض میکنم با استفاده از اون سبک که خیلی راحته. گاهی ما برای این که بفهمیم یک روایت حقیقت داره، سندش صحیح است نیست، باید خیلی راه بریم. اما سبک داریم که امام صادق فرمودن روایت رو بر قرآن عرضه کنین. اگر موافق قرآن بود حرف ماست، اگر مخالف بود بزنین به دیوار. پیغمبر فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. نکته بسیار عمیقه. هر کس قیامت و خدا را قبول داره. من کان یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا دارد و روز قیامت، فلیسع الی الجمعه، باید با تلاش خودش به نماز جمعه برسانه. فلیسع الی الجمعه، با تلاش، همونه که در آیه است اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. هر که به خدا و آخرت ایمان دارد به سوی نماز جمعه بشتابد. هر کس با سرگرمی و داد و ستد خود را از نماز جمعه بی نیاز نشان دهد، خداوند نیز نسبت به او اظهار بی نیازی خواهد کرد. خدا نکنه اون لحظه ای که ما از نگاه خدا و از عنایت خدا فاصله بگیریم. همه دستورات دین مقدس اسلام بر اساس یک مصلحت است. این تجمع ارزشمند نماز جمعه برکات فراوانی دارد. پیامبر
در اولین حضورشان در مدینه راجع به برگزاری نماز جمعه برنامه ریزی کردن و با دقت در همه دوره ها برای آگاهی و برای بالا بردن سطح فکر و باور و بصیرت مردم از این برنامه بسیار عالی و با لطافت و ظرافت و با معنویت استفاده کردند. خدا را سپاسگزاریم که در همه مراحل در همه برهه ها بعد از آغاز این برنامه مقدس با حضور شما مؤمنین خواهران و برادران این سنگر عزت و سربلندی و بیداری با همه دشواری ها برپا است و انشاءالله زمینه بیداری را در کشور و در جامعه و در نقاطی که این برنامه اجرا می شود فراهم می کند. من یکی دو نکته دیگر لازم می دانم راجع به مسائل روز مردممان عرض بکنم. با توجه به حاکمیت امارت اسلامی، حاکمیت تحریک طالبان، خب یک تحولات پیش آمد. عده ای از مردم به خاطر ترس و وحشت و نگرانی هایی که داشتن راهی دیار هجرت شدن. حالا ما معتقد بودیم و معتقد هستیم وظیفه انسان آبادی مملکت است، وظیفه انسان ساختن و آباد کردن زادگاه و وطن است. با بیرون رفتن، با صحنه را ترک کردن و رها کردن مشکل همه حل نمی شود. شاید کسانی که امکانات دارند محدود، افرادی که این قدرت را دارند می روند شخصی زندگیشان ادامه پیدا بکنه، اما شیرینی و زیبایی و اون نشاط را که انسان در کنار مردم و در وطن احساس میکنه از اون محروم میشوند. اونهایی هم که موندن قطعا متحمل سختی ها شدن. امروز که الحمدلله با گذشت چند ماه ما شاهد امنیت، شاهد الحمدلله یک آرامش هستیم. اونی که باعث نگرانی هست، باعث اضطراب و در واقع خاطر ناجمعی است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات کار است، مشکلات افرادی که در ادارات دولت کار میکردن و اینها از روند زندگی عقب موندن، آسیب دیدن. ما به عنوان کسانی که در سخت‌ترین شرایط، من یادم می آید شب که امارت اسلامی وارد مزار شد، یعنی شب ششم ماه محرم، شب سختی بود برای مردم چون خطر و حادثه های در ذهن مردم بود که اتفاق می افته. فردای اون روز که روز ششم محرم بود ما مردم را تشویق کردیم در همین مصلایی که الان شما برای حضور در مراسم نماز جمعه آمدین برگزاری مراسم محرم داشتیم. وقتی من از منزل حرکت کردم تا بیایم و مراسم برسم خیلی شرایط سخت و سنگین و دشوار بود. در همون شرایط مردم را تشویق کردیم برای حضور، برای ماندن. امروز هم این سیاست را دنبال میکنیم، کسی را مجبور نکردیم اما فهم خودمون را گفتیم. امروز هم ما از حضور مردم در کشور، در شهر حمایت میکنیم، طرفدار این حضوریم، اما از حاکمیت هم انتظار داریم، از حاکمیت هم مطالبه داریم سختگیری ها را کنار بگذارن. بحث تحصیل زنها، دخترها، الحمدلله در مزار که من با مورد خاص با مشکل روبرو نشدم، اما در بعضی از ولایات این سختگیری ها هست. دخترای بالاتر از سنف 6 همکاری نکردن، امتحان نگرفتن،
من خواهشم اینه، او روزان گفتم الانم میگم، در هیچ جای دین نیامده که زن حق تحصیل نداره. طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، یاد گرفتن دانش برای هر زن و مرد مسلمان واجبه. اگر یاد گرفتن جایز نبود، چرا پیغمبر این جمله را فرمود؟ صحابه آیا دخترانشان همسرانشان درس نمی‌خوندند؟ حضرت زهرا سلام الله علیها که مقامش محفوظه، حضرت زینب سلام الله علیها کسی بود که خیلی از یاران امیرالمومنین صحابه پیامبر بعضی از مسائل گیر میکردن، از زینب سلام الله علیها استفاده میکردن. از همسر رسول الله طبق نقل روایات و تاریخ خیلی چیزها را سوال میکردن. پس معلوم میشه مسئله یاد گرفتن برای همه جایز است و حق است، نه تنها جایز است. طرف دیگر قضیه هم باید دقت داشته باشیم. نه الان، در حاکمیت قبلی در همین مصلا بارها من عرض کردم ما از اختلاط محرم و نامحرم نگران بودیم و هستیم. او زمان گفتیم در دانشگاه ها، در مکاتب باید این مرز و این ظرفیت ها و این حدود و ثغور باید مد نظر گرفته شود. در یک محیط که زمینه اختلاط است، زمینه یادگیری دانش افزایی فراهم نمی شود. اون باید رعایت کرد، اما به حقوق مردم باید احترام گذاشت. مسئله فقر است، مسئله کمبود درآمد است، مسئله بالا رفتن قیمت اجناس است. یک خلاصه قطی، یک بطری روغن که قبلا با قیمت 400-500 افغانی به بازار عرضه می شد، امروز به 900 افغانی رسیده. درآمد مردم خیلی کم شده، نه تنها کم شده، خیلی جاها قطع شده. باید یک برنامه را روی دست گرفت. از طرف دیگر امارت اسلامی از خیلی مراکز و از خیلی آدرس ها منبع درآمد دارن میگیرن. خب حالا به هر عنوانی یک سری امکانات از مغازه‌دارها، از کشاورزان، از مردم میگیرن. اینها را باید برای کمک به مردم استفاده کنند و زمینه ارتباط با جهان باید فراهم کنند. فشار بالای مردم این زمینه را و این به اصطلاح برنامه را به تأخیر می اندازد. امیدوارم که جدی به این مقوله توجه شود و از طرفی هم مردم از برخوردهایی که باعث آرامش است واقعا اظهار خوشحالی میکنند. دنبال کردن کسانی که اختطاف کردن، دستگیر کردن اونها و پیدا کردن مردم و کسانی که مورد هدف این انسانهای آلوده و خبیث قرار گرفته بودن، اینها جوانهای امیدی است که ما احساس میکنیم. مردم باید از اون چه که به نفعشان هست حمایت کنند. من همیشه عرض کردم همه مردم، مخصوصا مردم ما پیروان اهل بیت، از بیداری بالایی باید برخوردار باشند. ما باید با شخصیت خودمان، با اخلاق خودمان، با وفاداری و مدنیتی که مردم ما در طول این دوره ها نشان دادند، با این ویژگی ها باید شناخته شوند. ما را از دید افراد محدود نباید بشناسند. ما مردم هستیم که برای آبادی کشور هم نیرو داریم، هم برنامه داریم، هم هدف داریم. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
نه شعار، در عمل پیاده کردیم و خواهیم پیاده کرد. اگر امنیت، اگر تعصب کنار زده شود، امنیت فراهم شود، به ارزش ها و استعداد ها احترام قائل شود، این مردم در کنار سایر مردم و ملت این کشور همه نیرو و توانشان را به خرج خواهند داد. بنیان تعالیم اسلام بر محور معرفت است، بر محور شناخت است. شالوده این شناخت بر اساس تحقیق است، نه بر اساس تقلید. ما در اصول دین، در کلیات اسلام بر اساس تحقیق عمل کردیم. اگر ما در فروع دین مقلدیم، این تقلید در حقیقت در واقع یک نوع تحقیق است، یک نوع عمیق نگری است. مرجعیت ما، مجتهد ما که بر اساس روایات در دوران غیبت باید از عالمترین و آگاهترین انسان پیروی کنیم، ای به خاطر آن است که در موضوعات فرعی اونها بیش از ما توان دارند، اجتهاد کردند، استفراغ وسع کردند. هم اونها به ما دستور دادند و هم ما اهل تعصب نیستیم. پیغمبر فرمودند کسی که اهل تعصب باشد ریسمان دین از گردن او رها شده. اما اینه که یک عده‌ای با این شعار، با این معیار حرکت میکنند، هر چی گذشتگان ما گفتن او بر حق است، این را عرض میکنم، وظیفه میدانم، این حق نیست. قرآن این روش قبول نداره. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. یک عده گفتن نه، ما پی حرف پدرانمان میریم. قرآن میفرماید اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. مگر پدران شما بیراه نمی رفتن، جاهل نبودن؟ ما بیاییم بر اساس تحقیق، بر اساس اندیشه، بر اساس تفکر، رایزنی برنامه های اداره جامعه و مملکت را روی دست بگیریم. ما از هر فکر نو، از هر حرکت تحقیقی، از حرکت علمی حمایت میکنیم. در کنار مردم و حاکمیت با همین روحیه هستیم، هم در مراسم عبادیمان، هم در مراکز دانش و حوزه و تحقیقمان. امیدواریم قدر این تفکر و این رویکرد را همه ساکنین این مملکت بدانند. شما دیدین دیروز مردم ما در کابل آمدن، حضور پیدا کردن و شعار دادن و حرف زدن، به این معنا هستن که ما دنبال تحقیقیم، دنبال آگاهیم، دنبال بیداری و آبادی این مملکتیم. امیدوارم که ظرفیت های مردم ما مثل گذشته ها مورد بیمهری و بیتوجهی قرار نگیرد. مسئله آخر را که عرض می کنم، ما منتظر یک جریان هستیم، منتظر یک باور هستیم که جهان را در یک مسیر، اونم مسیر سعادت، حرکت می دهد. این جامع الکلمت علی التقوا. ما منتظر منجی جهانیم، ما منتظر امید همه مستضعفانیم، یعنی منتظر طاووس بهشتیان امام زمانیم. اجل الله تعالی فرجه الشریف. لازمه این انتظار هوشیاری و بیداری است. او وقتی حضور پیدا می کند اندیشه ها رو به کمال می رساند. این باور و این ظرفیت ما را امیدوارتر می کند، از هیچ خطری و از هیچ تهدیدی نخواهیم ترسید، نخواهیم هراسید، کما این که ثابت شده و دیده شده. اما
به این باورهامان احترام قائلیم، هم در اعتقاداتمان، هم در حضور اجتماعیمان و هم در وحدت و همباوری. امیدواریم که به اینا توجه شود. بیش از این معطل نکنم. خدایا فرج اون بزرگوار معجل بفرما، امنیت همه مسلمین، ملت و مردم و حاکمیت ما را کامل تأمین بگردان. خدایا گام های ما را در مسیر زندگی با عزت و اقتدار، با وحدت و امنیت بیش از پیش استوار بگردان. به توفیقات خدمتگزاران به انسانیت و بشریت و امنیت، عزیزانی که با حضورشان در این برنامه به عزت و به عظمت دین و اعتقادات ما کمک میکنن، خدایا دنیا و آخرت سعادت نصیبشان بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.